فصل پنجم. چنانکه شایسته فرزندان عزیز خداست بکوشید که مانند او باشید، از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خیش در راه ما نشان داد پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه خوشبو تقدیم خدا نمود. و چنانکه شایسته مقدسین خداست، در میان شما چیزی درباره زنا و بی‌عفتی‌های دیگر و طمع‌کاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرف‌های بی‌معنی و یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی‌عفت یا طمع‌کار، زیرا طمع‌کاری یک نوع بت‌پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. اجازه ندهید کسی با دلایل پوچ خود شما را بفریبد، زیرا به علت این چیزهاست که غضب خدا بر افرادی که مطیع او نیستند وارد خواهد آمد. پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون با اتحاد خود با خداوند در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید، زیرا هر کجا نور باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. بکوشید تا آنچه خداوند را خوشنود می سازد دریابید. در انجام کارهای بیهوده ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آنها را در برابر نور برملا سازید. حتی ذکر کارهایی که آنها در پنهانی انجام می‌دهند مایه رسوایی است، اما هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد کاملا روشن می‌شود، و هرچه کاملا روشن شود مانند نور آشکار است. به آن سبب است که می‌گویند ای که در خوابی بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید. پس شما باید دقت کنید که چگونه زندگی می کنید. مثل اشخاص عاقل زندگی کنید، نمانند نادانان. از هر فرصتی که برای شما روی می آورد به بهترین نحوی استفاده کنید، زیرا این ایام ایام بدی است. پس نادان نباشید، بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست. مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند، بلکه از روح القدس برشوید. با استفاده از زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. به خاطر احترامی که به مسیح دارید، مطیع یکدیگر باشید. ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می‌کنید. زیرا همانطوری که مسیح سر کلیسا، یعنی بدن خود می‌باشد و شخصاً نجات دهنده آن است، شوهر نیز سر زوجه خود می‌باشد. و چنانکه کلیسا مطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند. ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همانطوری که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند، زیرا مردی که زنش را دوست می‌دارد خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن غذا می‌دهد و از آن توجه می‌کند، یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می‌کند، زیرا ما اعضای بدن او هستیم. به این جهت کلام خدا می‌فرماید مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده است و به نظر من به مسیح و کلیسای او اشاره می کند.
به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد.